أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الحي القيوم وأتوب إليه وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأشكره وأستعينه وأستغفره وأتوكل عليه وأصلي وأسلم على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته بشير رحمته ونذير نقمته سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين وصحبه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وصل على أئمة المسلمين وحماة المستضعفين وهداة المؤمنين، وصل على بقية الله في الأراضين. أوصيكم عباد الله بتقوى الله و نظم امركم. خداوند بزرگ را بر توفیق حضور در نماز جمعه سپاسگزاری می کنم. همگان را متذکر می شوم و یاد می کنم و یادآوری می کنم و توجه به تقوا تنها راه سلامت و راه حراست از همه ضررها و خسارتها رعایت تقواست. اگر در همه مراحل زندگی، در همه ابعاد زندگی به تقوا توجه داشته باشیم، قطعا از همه خطرات و ضررها و آسیبها به سلامت و سرمنزل مقصود خواهیم رسید. لذا امیر بیان امام سفیدرویان فرمودن آگاه باشین، تقوا رو حفظ کنین و خودتان را با تقوا محافظت کنین. در خطبه اول موضوع بحث تقرب به خداوند است و عواملی که انسان را از خدا دور می کند و عواملی که انسان را به خدا نزدیک می کند، اینها را به طور مختصر و در حدی که شرایط نماز جمعه ایجاب می کنه عرض خواهم کرد. خطبه دوم مناسبت های ایام است، مخصوصاً روز جهانی معلم در پیش رو داریم. مسئله غزه، مسئله فلسطین، حوادثی که از جمعه گذشته در لبنان و در ماحول اون منطقه به اتفاق افتاد از حوادثی است که انشاءالله در خطبه دوم با اونها خواهیم پرداخت. از آغاز خلقت انسان دنبال راه‌های تقرب به خدا بوده. یکی از دغدغه‌های انبیا، فرستادگان الهی در این مسیر پرپیچ و خم، همه انبیا که دلسوزان به جامعه انسانی بودند، دعا
دنبال این بودن که چگونه بشر را به خدا نزدیک کنن. قرآن کریم با عنوان آخرین کتاب از جانب خداوند و کاملترین نسخه برای هدایت و سعادت، راه های تقرب به خدا را به طور مفصل و کامل بررسی کرده. به همین دلیل است که سعی میکنیم در این فضایی که شرایط ایجاب میکنه درباره این موضوع مهم و اساسی نکات را به عرض برسانم. خداوند میفرماید یا ایها الناس، ای مردم، ای انسان ها، انتم الفقراء الی الله، همه شما به خدا نیاز دارین. والله هو الغنی الحمید، خدا بی نیاز ستوده است. سوره مبارکه فاطر آیه 15، وقتی همه انسان ها نیاز محزن، فقر محزن، احتیاج محزن و خداوند غنی به ذات است، همه از او باید فیض بگیرن، پس بهترین راه آن است که این انسان ها خودشان را به خدا نزدیک کنند و از این نزدیکی به سعادت و به عزت و به کمال برسن. اولین نکته ای را که عرض می کنم راه های تقرب به خداست. کدام راه ها ما را به خدا می رسانه، نزدیک می کنه؟ موانع تقرب به خداست. اینم مطلب بعدی است. نتیجه تقرب به خدا چیست؟ اگر موانع تقرب بفهمیم، عوامل تقرب بفهمیم، نتیجه تقرب بفهمیم، قطعا مسیر را پیدا کرده ایم. اول از باب تعرف الاشیا به ازداده ها، معمولا آدم تا چیزی را ضررش نفهمه نفعش خوب نمیفهمه. میپردازیم به موانع تقرب به خداوند. چی چیز انسان را منع میکنه و مانع میشود از اینه که با خدا باشد، به خدا نزدیک باشد، لحظه به لحظه از این فیض عظیم استفاده کند؟ یکی از موانع که واقعا ما را از نزدیک شدن به خداوند باز می‌دارد غفلت است. نمازگزاران عزیز، اینها که مطرح می‌شود با استفاده از نسخه های قرآن، نسخه های جهانی است، همگانی است. همه انسان ها می‌توانند با استفاده از این نسخه ها خودشان را درمان کنند، همه جوامع. لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، همه نیازها، همه تر و خشک‌ها در قرآن هست. یکی از موانع تقرب را خداوند غفلتی از خودش معرفی کرده. گاهی انسان از عمر غفلت میکنه. همین سرمایه کلانی که الان در اختیار من هست، گاهی از جوانی در عمر غفلت میکنه. خب عمر یک سرمایه است، جوانی در عمر سرمایه دیگری است. گاهی از سلامتی که انسان داره غفلت میکنه. گاهی از نعمت والدین انسان غافله. تا از دست نداده نمیفهمه چه نعمت بزرگی است. گاهی نعمت امنیت در اختیارش است، بهره نمیبره، استفاده نمیکنه، وقتی از دست داد متوجه میشه. گاهی از حاکمیت و استیلای خداوند غفلت میکنه بر عالم هستی. ده ها و صد ها نمونه ای ره که انسان وقتی از اونها غفلت میکنه، اینها میتواند موانع تقرب ما از خدا باشد. گاهی آدم از لحظات حساسی که در زندگیش پیش میآید غافل میشه. غفلت در شبها، در سحرها، غفلت در ماه مبارک رمضان، غفلت در روز جمعه. حالا
فرصت نیست من به اینها بپردازم. خداوند همه اینها را در یک قانون جمع کرده، میفرماید و این کثیرا من الناس. این آیات نسخه های کلیه، میفرماید زیاد از مردمان و این کثیرا من الناس، نفرمود انسان های مسلمان، نفرمود مؤمن، و این کثیرا من الناس، بخش زیادی از مردم هستی، مردم عالم، ان آیاتنا لغافلون، اینها از آیات ما، از نشانه های قدرت ما در غفلتن. وقتی انسان غافل بود از اون چیزی که باید به او برسد میماند. یک لحظه در کلاس درس متربی و دانش آموز غفلت بکنه عقب مونده، یک لحظه غفلت سرنوشت انسان را عوض میکند، صد ساله را هم دور شد. پس یکی از موانع تقرب به خداوند غفلت است. نکته دیگر، غفلت از کمینگاه های شیطان. گاهن به تناسب عرض کردم 63 بار شیطان در قرآن اسمش آمده. 63 بار این کلمه شیطان در قرآن در قالب آیات معرفی شده. می دانیم هممان به این باوریم شیطان نخستین دشمن بشر بعد از خلقت است. یعنی وقتی آدم ابوالبشر علی نبینا و علیه السلام آفریده شد، اولین جریانی که مطرح شد دشمنی شیطان با انسان بود. در سوره مبارکه اعراف آیه 27 خداوند می‌فرماید یا بنی آدم، این بنی آدم شامل مسلمان و غیر مسلمان میشه. حقیقتا قرآن برای بیداری همه انسان‌ها طرح داره، نسخه داره، برنامه داره. وقتی معرفی شیطان مطرح است می‌فرماید یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، شیطان شما را فریب نده. کما اخرج ابویکم من الجنه، پدر و مادر شما را از بهشت بیرون کرد. ینزع عنهما لباسهما، اون چی که وسیله عزت و آبرو و احترام اونها بود اون از بدن اونا بیرون کرد. لیوریهما سوآتهما، تا زشتیهای اونها را به دیگران نشون بده. شیطان دنبال این است که ما را در مهلکه بیندازد، به رسوایی بکشاند. انسانی که از دشمنی شیطان غافل است، این انسان نمیتواند به خدا نزدیک شود، این مانع از تقرب دارد. سومین عامل که انسان را از تقرب به خدا باز می‌دارد آرزوهای طولانی است. انسان با آرزو زاییده می‌شود، همراه با آرزو است. آرزو خوبه، امید به پیشرفت، امید به سلامت، برنامه برای ترقی، رشد، بالندگی، همه اینها خوبه. اون مرزهاش باید دقت کنیم. در روایات داریم العمل و رحمتون لامتی، امید برای امت پیامبر، که باز امت پیامبر مسلمان ها مراد نیست، یعنی همه انسان هایی که بعد از بعثت پیامبر در این کره خاکی پا می گذارن. فرمود امید برای امت من رحمت است، همونطوری که خود پیامبر رحمت بود. اگر امید نبود مادر به فرزند شیرخوار شیر نمیداد. ولولا العمل ما ارزعت والدتون ولدها، ما به امید داریم زندگی میکنیم، امید خوب است. اما گاهی امیدهای طولانی سرنوشت ها را عوض میکنه. قرآن علائم
کسانی را که با آرزوهای طولانی گرفتار غفلت شدند و از خدا فراموش کردند و در نتیجه گرفتار خسارت و زیان ابدی شدن، اونها را معرفی میکنه. گاهی میفرماید بعضی ها دوست دارن 1000 سال عمر کنن. این آرزوی بلند انسان را از تقرب دور میکنه. ما باید امید داشته باشیم از اون طرف به یاد مرگ و تحولاتی که هر لحظه زندگی ما را تهدید میکند و حقیقتی است که باید به اونها توجه کنیم، اونها را هم در نظر داشته باشیم. آقا امیرالمومنین فرمودن اگر کسی آرزوهای طولانی داشت عملش زشت می شود، گرفتار قساوت قلب می شود. شما این مطالب را می توانید در ماحول دنیایی که داریم زندگی می کنیم در یک بصیرت و دقت مشاهده کنین. اینهایی که این همه جنایت می کنن، بشریت را قربانی آرزوها و خواسته های ناپاکشان می کنن، یکی از عوامل اینها اون طول عمل و آرزوهای دراز اونهاست. نکته دیگری که ما را از تقرب به خدا باز می دارد، گرچه در بعضی از موضوعاتی که در گذشته ها به عنوان یک موضوع مستقل صحبت کردم به ذهنم می آید، نکته ای در این باره عرض شده، حالا هم به عنوان یکی از موانع تقرب عرض می کنم، خود برتری نیست. اگر انسان خودش از دیگرا بالاتر بداند و بهتر بداند، این انسان انسان است که نمی تواند مسیری را که انتخاب کرده است به خدا برسد. به همین دلیل خداوند می فرماید در سوره مبارکه اسراء، یا بنی لا تمشی فی الارض مرحا، از قول شاید لقمان حکیم باشد، فرزندم در زمین با تکبر و نخوت گام بر ندار، خودت را از دیگرا بالاتر و بهتر ندان. امام صادق فرمودن آفت دین حسد است و عجب است که انسان خودش را از دیگرا بالاتر بداند و فخر است، فضائل خودش را از دیگرا بهتر و عالی‌تر بداند. همه اینها به خاطر این است که ما به خدا نزدیک شویم. یکی از موانع خیلی مسئله حساسی است، در جایی که رضای خدا با رضای مخلوق در تقابل است، در کنار هم، در مقابل هم دیگه قرار گرفته. اگر کسی رضای خدا را رها کند تا انسانی از او راضی شود، این معامله، این سوداگری، این داد و ستد بدترین عامل در مقابل تقرب است، انسان از خدا دور می کند. به همین دلیل روایات زیادی داریم، من طلب مرضات الناس، کسی که دنبال خوشی مردم است، بما یسخط الله، در مقابل سخط و غضب و خشم خدا، کان حامده من الناس ذما، اونی که او را ستایش میکنه و ای به او خاطر این جریان را انتخاب کرده، امونهایی که او را مدح میکردن امونها او را مذمت میکنن. پس بهترین راه این است که در چنین جریانهایی رضای خدا سر لوحه حرکت انسان باشد. خب عوامل تقربم عرض کنم، خطبه اول طولانی نشود تا بهتر و بیشتر در خطبه دوم در خدمت شما نمازگزاران باشم. یکی از عوامل تقرب به خداوند که خود خداوند هم اینا معرفی کرده، وسیله قرار دادن اولیای الهی است. ما نیاز داریم به اینی که عده‌ای را، کسانی را که پیش خدا مقربن، حرمت دارن، جایگاه دارن، اونها را وسیله قرار بدیم. وابتغوا الیه الوسیله،
اصل تقرب به خداوند از طریق واسطه قرار دادن اولیای الهی یکی از راه‌های رسیدن به خداست، یکی از عوامل تقرب است. دومین عامل معرفی کنم، عمل صالح. نمیتوانیم بدون عمل، بدون برنامه، بدون کار به خدا نزدیک شویم. و ما اموالکم ولا اولادکم بالتی تقربکم عندنا زلفا الا من آمن و عمل صالحا. مال و فرزند و اون چرا که در اختیار ما هست، اینا ما را به خدا نزدیک نمی کنه مگر عمل صالح. پس یکی از عوامل تقرب عمل کردن است. اونهایی که در رسیدن به تقرب الهی مسابقه برگزار میکنن و تلاش میکنن پیشتر حرکت کنن، جلوتر حرکت کنن، اینها موفقترن. هم عمل صالح، هم پیشتاز بودن و پیشگام بودن. خب در همه امور عمل خیر خوب است، اما اونی که پیشگام است، اونی که دیگران را با پیشگامیش و با سبقتش تشویق می کند، قطعا او به استفاده بیشتر برده. و السابقون السابقون اولئک المقربون. در بهشت که قطعا اگر انسان اهل بهشت نباشد ضرر کرده. تعبیر بسیار رسایی داریم، نیست قیمت جان انسان مگر بهشت. لیس لانفسکم ثمن الا الجنه فلا تبیعوها الا بها. جانتان را با غیر بهشت معامله نکنین، ضرر میکنین. این بهشت جایگاهی دارد، آدرسهایی دارد که جز مقربون نمیتوانند در اونجا برسند، از اونها بهره ببرند. عیناً یشربو به المقربون. یکی از راه‌های تقرب مسابقه در خیرات است. فرزندان آدم از راه قربانی کردن به خدا دست رسیدن و نزدیک شدن. اونی که قربانیش قبول شد، اون به مقام تقرب رسید. اونی که اخلاص نداشت ضرر کرد و عقب ماند. بعد از اینها دیگرین عامل را که می توانیم مطرح بکنیم، مسئله اعتقاد به خداوند است. همه چیز در اختیار خداست، همه چیز از خداست. اگر کسی به این حقیقت باور دارد، قطعا از راه‌های تقرب به خدا استفاده می کند. عبادت یکی دیگر از راه‌هاست. الصلات قربان و کل تقی، همین نماز بهترین عامل نزدیک شدن به خداست. دوری از گناه، دوری از معصیت ما انسانها را به خدا نزدیک می کند. استغفار انسان را به خدا نزدیک می کند. اگر به خدا نزدیک شدیم، اگر از فیض حضرت حق قدرت بهره گرفتن استفاده کردن پیدا کردیم، همه چیزها برای من آسان می شود. طمأنینه و آرامش نصیب انسان می شود. انسان با خداست، لحظه به لحظه انرژی می گیرد، با نشاط، با آرامش زندگی را به پایان می برد. الا بذکر الله تطمئن القلوب. خدایا ما را توفیق تقرب بیش از پیش مرحمت فرما. فرج آقا و مولا من صاحب الزمان معجل بگردان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، الصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى علي امير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة وعلى الحسن والحسين وعلي ابن الحسين ومحمد ابن علي وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد والحسن ابن علي والحجة الخلف الصالح أئمة المؤمنين. بار دیگر خودم و همه شما عزیزان را بر رعایت تقوا پروا پیشه کردن سفارش میکنم. نماز جمعه که در روایات حج فقرا معرفی شده و در قرآن سوره به نام جمعه داریم و در این سوره با عبارت فاسعوا الی ذکر الله حضور در این نماز تأکید شده. اذا نودی للصلاه من یوم الجمعه، وقت صدای اعلان نماز جمعه را شنیدیم، فاسعوا الی ذکر الله، با تلاش به ذکر خدا خود برسانین. و ذروا البیع، معامله و داد و ستد را در هنگامه اقامه نماز جمعه رها کنید. از جایگاه و از موقعیت بس خطیر و ارزشمند برخوردار است. به همین دلیل باید اون چرا که لازم است مسلمین بفهمند و آگاه شوند و بیدار شوند و صف واحد برنامه برای پیشرفت، بیداری، عزت، پیروزی نصیب جامعه اسلامی و در ادامه بیدار شدن و نجات دادن جامعه انسانی را به دنبال دارد، در نماز جمعه به همه اینها در حد توان و به ظرفیتی که به وجود آمده پرداخته شود. به همین دلیل است که مطالب را که امروز عرض میکنم هم در ادامه صحبت‌های هفته گذشته که روز جهانی عدم خشونت را در صحبت‌ها مطرح کردم، هم در این هفته ای بحث مطرح میکنیم که اسلام واقعا دین خشونت است و چرا اینقدر دشمنان اسلام تلاش میکنند اسلام را خشن معرفی کنند، اسلام را طرفدار خشونت معرفی کنند. بعد با استفاده از آیات قرآن و از سیره پیامبر و تربیت شدگان مکتب پیامبر، دقیقا رأفت اسلام و محبت را در دستورات اسلام به نظاره می نشینیم، مقایسه می کنیم این خشونت را که به اسلام نسبت می دهند با اون چی که دیگران که دم از طرفداری از حقوق بشر می زنند با اونها یک مقایسه می کنیم. بخش اول صحبتهای خطبه دومه این بخش که عرض کردم پوشش خواهد داد و در پایان یک نگاهی کنیم به حوادثی که از جمعه و بعد از ظهر جمعه گذشته اتفاق افتاد، برخورد جهان و وظیفه مسلمین و آزادگان را در قبال این حرکت و این شرایطی که امروز ما شاهدش هستیم. میریم سراغ این بحث که اسلام آیا دین خشونت است یا دین رأفت است. اتفاقا سیر کوتاهی که در آیات قرآن که دست نخورده است و همینطور دست نخورده که میگم قرآن تحریف نشده، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ و اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ،
قرآن همون گونه ای که به پیامبر نازل شده همون گونه است. از قرآن استفاده میکنیم، رأفت اسلامی را در قرآن نگاه میکنیم، رأفت اسلامی را از منظر روایات بررسی میکنیم، رأفت اسلامی را در سیره پیشوایان، در شرایط هستیم شاید امروز نمیدانم دقیق یا فردا روز جهانی معلم است که به همه معلمین دنیا مخصوصا و معلمین کشورمان این روز را تبریک عرض میکنم. یک روزی در سال با عنوان تجلیل از معلم معرفی شده، با استفاده از این مناسبت نقش معلم را در تأمین رأفت و رحمت اسلام و قرآن بررسی خواهیم کرد و انشاءالله در پایان به نکاتی که عرض کردم میپردازیم. چون فرصت کوتاه است باید به همه این مطالب بپردازم. ببینین قرآن 114 سوره داره، 113 سوره قرآن با بسم الله شروع میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. یک سوره داریم که با براءت شروع شده، اونم به خاطر که در مقابل کسانی که به حقوق انسان ها توجه نمی کنن چاره جز خلاصه ادب کردن و گوشمالی دادن نیست. تازه همون هم در سوره خلاصه نمل به شکل دیگری او بسم الله جبران شده. کتابی که 114 سوره داره با پیام رحمت شروع میشه. این اسلام، این مکتب، مکتب خشونت است؟ شعار اسلام، شعار مسلمان ها، شعار قرآن برگرفته از دستورات خداوند محبت است. هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ پاداش خوبی جز خوبی است؟ اسلام دینی است که می‌فرماید نه تنها به مسلمانان با رحمت برخورد کنین، با رأفت و مهربانی برخورد کنین، دستور می‌دهد با غیر مسلمان هم با رأفت برخورد کنین. اونهایی که عقیده شما را قبول ندارن با اونها هم با رأفت برخورد کنین. دینی که برنامه‌اش تألیف قلب است، دلها را تسخیر کردن است، قلبها را در واقع به سمت خود کشاندن است که به پیامبر فرمود با اخلاقت تو به این مرحله رسیدی. آیا این دین، دین خشونت است؟ آی مسلمان ها، من از یک آدرس، یعنی از یک فضایی که در فضای کلی جهان اسلام مرتبط است، اعلام میکنم از یک نماز جمعه، از یک مصلا، اسلام دین رأفت است. امروز دشمن دنبال این است با همه انرژیش که اسلام را دین خشونت معرفی کنه. چرا؟ میدانه که با رأفت و رحمت و محبت اسلام در حال رشد است، در حال تسخیر قلب هاست، اندیشه هاست. تلاش میکنه اسلام را دین خشین معرفی بکنه. جوانان، خواهران و برادران، اگرچه در یک فضای محدود صحبت می کنم، اما طبعا امروز صدا به همه دنیا می رسه متوجه باشیم اسلام را خشن معرفی نکنیم. باز هم از منظر قرآن صلح و آشتی برنامه اصلی اسلام است. یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه. اسلام همه را به صلح دعوت می کند، همه را به آرامش دعوت می کند. این اسلام دین خشونت نیست، این دین محبت است. حالا در روایات بیاییم ببینیم در سیره
پیامبر و اهل بیت علیهم السلام ببینیم آیا اسلام چگونه معرفی کردن. امام صادق میفرماید دین چیزی جز محبت نیست، هل دین الا الحب. در قالب یک سوال میفرماید آیا دین غیر از محبت چیزی دیگری است؟ ان الله عز وجل، خدای بزرگ میفرماید قل ان کنتم تحبون الله، ای انسان ها اگر خدا را دوست دارین فتبعونی یحببکم الله، از من پیغمبر اطاعت کنین شما هم محبوب دلها میشوین. اسلام دین محبت است، نباید با بی‌توجهی با سبوک برخورد کردن از آدرس های این حقیقت را ما وارونه جلوه بدهیم. مسئله بسیار حساسی است، مسلمان ها باید به این نکته توجه داشته باشند. در روایت دیگری داریم الدین هو الحب، دین یعنی دوستی، والحب هو الدین، انسان دوستی و دینه. این دینی که اساسش محبت میدانه، این دین دین خشونت نیست، دین سختگیری نیست، دین اذیت کردن نیست، دینی که انسان آزاری را جنگ با خدا معرفی کرده. حالا توجه کنین، اسلام دینی است که نه تنها به انسان ها، حتی به حیوانات هم محبت داره، رأفت داره، به موجوداتی که ما در زندگی، در سلامت زندگی با اونا نیاز داریم، طبیعت، آبها، همه خلاصه حیواناتی که در زندگی با اونا نیاز داریم، با اونها هم باید با رأفت و رحمت برخورد بکنیم. فرصت نیست من به اینها بپردازم. در روایت داریم پیامبر میفرماید وقتی از حیوان استفاده میکنین اینها را باید رعایت کنین. یبدو به علف ها ازا نزل، وقتی از مسافرت برمیگردی به خانه میرسی، قبل از اونی که سراغ رفع خستگی خودت بروی به حیوان رسیدگی بکن. وقتی از جای عبور میکنی آبی هست، اون حیوان را برای استفاده از آب فرصت بده، به صورتش نزن. اگر مجبور نیستی در جای توقف میکنی بر او سوار مباش، پیاده شو. حالا گاهی شرایط طوریه که انسان باید از او وسیله استفاده کنه، میادین نبرد و مبارزه است، باشه. علی کل حال اسلام دین رأفت است. ما بهترین دعاها را در دینمان داریم و ماه رمضان ماه دعاست، ماه نیایشه. در بهترین لحظات در ماه رمضان بعد از نمازها دعای ویژه داریم. در اون دعا، دعای ما مسلمان ها جهانی است، اللهم اغن کل فقیر، خدایا هر فقیری را بی نیاز بکن، هر گرسنه ای را سیر بکن، اشبه کل جای، هر برهنه ای را بپوشان، هر اسیر را آزاد کن. این دین آیا دین رحمت است یا دین خشونت؟ اسلام را باید با همه ویژگی‌هایش شناخت. می رویم سراغ سیره. خب من از قرآن گفتم، از روایات گفتم، اینها را شاید کسی بگوید اینا حرف است. میریم سراغ عمل، یک مقایسه ای بکنیم. پیامبر اسلام در مکه به دنیا آمد، 40 سال اونجا عمرش به 40 رسید، سپری شد، مبعوث بر رسالت شد. 13 سال سختترین صحنه ها را در مکه پیامبر تحمل کرد. مهاجر شد، مدینه رفت، وقت برگشت به مکه، کسانی که پیغمبر را
بیشترین اذیت ها را کرده بودند با اونها مسلط شد، اونها را می توانست شکنجه کند، اما پیغمبر اسلام فرمود اذهبوا فانتم الطلقاء، برین همتان آزادیم. وقتی سربازی میخواست انتقام بگیره، خب نیروی که در اختیار پیغمبر بود فراوان بود، وقتی سرباز دنبال انتقام گیری بود خبر به گوش پیغمبر رسید، پیغمبر عکس العمل جدی نشان داد، فرمود الیوم یوم المرحمه، امروز روز گذشته است، روز انتقام نیست. آیا این دین دین خشونت است؟ اگر عده نادان در یک نقطه خشونت میکنن، این حرکت از اسلام نیست، این را باید مردم بفهمن. اسلام دین رحمت است، اسلام دین عاطفه است. همه میدانیم امیر المؤمنین در محراب عبادت علی ابن ابی طالب، کسی که جرج جرداغ مسیحی در کتابش که معروف است علی صدای عدالت بشر، میگوید دنیا چی میشد ار 100 سال تمام امکاناتت جمع میکردی یک علی تحویل بشریت میدادی. او در محراب عبادت شمشیر به فرقش زدن، ابن ملجم مرادی. خب حضرت مدتی تقریبا دو روز و شبی خلاصه در بستر بودن، حضرت فرمودن و سفارش کردن از لحظه ای که قاتل حضرت که با شمشیر در محراب عبادت به فرق نازنین حضرت حمله کرده بود و ضربه زده بود، فرمود که اگر من زنده ماندم خودم با قاتلم هر گونه که مصلحت دانستم برخورد میکنم، اگر من از دنیا رفتم کسان دیگر آسیب نبینن، بهانه جویی شروع نشه، عقده های شخصی را به بهانه انتقام از خون من زنده نکنین. یک ضربه به من زده، شما حق دارین یک ضربه به او بزنین. این آقا که بعد از پیامبر در رأس است، فرمود از غذایی که خودم میخورم به این قاتل من که اسیر شماست بدهید. این حقیقت اسلام است. این دین دین خشونت نیست. او زندگی پیامبر، اینم زندگی علی. فرصت کم است. روز معلم را باز گرامی می‌داریم. چه ظلم بزرگی است امروز که این دین با این ویژگی‌هایش دین خشونت معرفی می‌شود. دین افراط معرفی می‌شود. دین انفجار و انتحار معرفی می‌شود. روز معلم گرامی می‌داریم. معلمانی که با مهربانی، که چاره جز مهربانی در تربیت نداریم، نسل‌های آینده را تربیت میکنن، اینها با برخورد با نظم و با حساب و با برنامه‌شان مفهوم مبارزه با خشونت را به فرزندان انسان‌ها و جامعه منتقل میکنند. کلید رأفت و رحمت و محبت را اینها به دست دارند. کار اینها بسیار مقدس است، باید به اینها توجه کنیم. جامعه‌ای که به این عنوان و به این آدرس توجه ندارد محکوم به عقب ماندگی است. اگر میخواهیم رشد کنیم، اسلام را به حقیقتش
در زندگی خودمان پیاده کنیم و به دیگران با تابلوی زیبا و دلبر و دلربای محبت دیگران را آشنا کنیم، باید با برنامه و احترام به معلم و فضای آموزش و پرورش یاری و همرسانی کنیم تا بتوانند معلمانمان با شایستگی به اون مرحله برسند و فرزندانمان را با تربیت عاری از خشونت، با تربیت با پرهیز از تعصب و از لجاجت و از دشمنی تربیت کنند. به همین دلیل است که بهترین شغل انبیا انسان سازی است. چرا؟ انسان جانشین خداست و این انسانی که جانشین خداست توسط معلم که شغلش دقیقا در ادامه برنامه انبیاست تربیت می شود. رفت و محبت جامعه از خانواده و از مکتب شروع می شود. یک لحظه بی توجهی به مکتب بی توجهی به خانواده است. خانواده ای که در او عشق و محبت نباشد، اون خانواده از طعم و عطر و در واقع فضای محبت اسلام نصیبهای کامل ندارد. علی کل حال هم خشونت را از نظر اسلام بررسی کردیم و هم با اشاراتی به روز معلم و معلمان احترام و تکریم کردیم. من پایان عرایزم را به مسائلی که مربوط می شود به حوادثی که از جمعه گذشته شروع شد و اونها در واقع این بخش آخر را اختصاص بدهم از باب وظیفه، هم قلباً این مسائل به عنوان یک باور به من احساس می دهد و در واقع وادار می کند این مسائل مطرح کنم، و هم وظیفه هر مسلمان است، وظیفه هر انسان آزاده است و هر انسان بیدار است این قضایا را بشنود، بگوید و راه‌های چاره را بسنجد. خدایا در این لحظات نورانی عاجزانه از درگاه تو می طلبیم اسلام و مسلمین را بیش از پیش یاری بفرما. خدایا بیداری و هوشیاری که تنها راه نجات ما مسلمان ها هست، راه نجات انسان ها هست، هرچی زودتر نصیب جامعه اسلامی بفرما. فرج آخرین ذخیرت برسان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأیت الناس يدخلون في دین الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا.